رو سلام. چند روز پیش این اثر توی بازار NFT به قیمت 89 صدم اتریوم چیزی در حدود 100 میلیون تومن به فروش رفت. وقتی من این تصویر رو برداشتم و استوری کردم و تو اینستاگرامم گذاشتم، خب خیلی عکس العمل نشون دادم. یه نظرسنجی کوچیکی گذاشتم که خب خیلی از مخاطبین پیجم گفتن که نه واقعا نمیارزه 100 میلیون تومن به این اثر دادن. این اثر فروش رفت و خیلی فکر میکنن حالا که کاراشون بهتر از این اثره پس راحتتر میتونن وارد بازار NFT بشن و آثاری رو بفروشن توی ویدیو امروز من میخوام در مورد کامیونیتی بازار NFT با شما صحبت کنم و این ویدیو میشه سومین ویدیو از سری ویدیوهایی که من در مورد بحث NFT میخوام بگیرم با من همراه باشین من وحید هستم و شما یکی دیگه از ویدیوهای آرتولوژیست رو دارین تماشا میکنید مرسی که برگشتین این سری ویدیوها یه ذره متفاوت من سعی میکنم همونجور که تو ویدیو قبلی گفتم یه کوچولو روند ویدیوها رو تغییر بدم تخصصی تر صحبت کنم اگه دو تا ویدیو قبلی من رو در مورد NFT دیدین که خب این ویدیو ویدیو سوم اما اگه ندیدین بگم که من تو ویدیو اول اصلا گفتم NFT چیه تو ویدیو دوم گفتم آثارمون رو چه شکلی بفروشیم آثاری که NFT هستن رو چه شکلی بفروشیم و چه شکلی مشتری پیدا کنیم لیستو اینجا میذارم میتونید ویدیو رو اگه ندیدین تماشا کنید توی این ویدیو میخوام یه ذره جزئی تر در مورد کامیونیتی دنیای NFT با شما صحبت کنم اینکه حالا چه شکلی واقعا میتونیم نفوذ کنیم و چه مراحلی رو باید بگذرونیم تا بتونیم موفقیت کسب کنیم تو ویدیو قبلی من در این مورد صحبت کردم که یک باید خب از اثری که داری مطمئن باشی و دیگر اینکه خب ارتباطات خوبی بتونی پیدا کنی اگر اینفلوئنسر نیستی توی این ویدیو اما میخوام یه ذره جزئی تر بگم فرض رو میذارم که من الان میخوام برم اثرم رو در قالب یک NFT بفروشم به چیکار باید کنم؟ این سوالیه که برای خیلی از بچه ها پیش میاد. در وحله اول طبیعتاً باید کار هنری داشته باشی. یعنی هنرمندی باشی که فعالیت های هنری در هر فیلدی کرده خب دو تا دسته افراد وجود داره یک افرادی که آثار هنری تولید نکردن اصلا یا بالاخره جدی نبودن دو افرادی که نه واقعا هنرمندن استایل و سبک خودشونو دارن اون دسته افراد اولی که به خصوصی این بازار وقتی میبینن احساس میکنن به به دیگه حل دیگه میریم یه کاری میکنیم با کامپیوتر چهار تا تصویر جابجا میکنیم میبریم تو بازار میفروشیم یه جورایی شدنیه اما اگر شما جامعه تر به قضیه نگاه کنید میبینید که باید تمام این مراحل رو دقیق و درست جلو برین حالا اگر کار هنری چندانی انجام ندادین بگردین دنبال ایده های خلاقانه تر ایده هایی پیدا کنید که تو اون ایده ها شما میتونید کارهای متفاوتی رو ارائه بدین هر کاری که شما میخواین انجام بدین رو قبلا یکی انجام داده کافی یه چرخی تو آثار NFT بزنید میبینید که هر کاری کردن هر کاری بنابراین ایده خاصتری بدین که این ایده خاصتر کمک کنه به شما که کارتون حالا بیشتر دیده بشه مورد دوم اگه هنرمندی هستین که سبک و استایل خودتون رو دارین همین کار رو ادامه بدین همین کار رو ادامه بدین جلو برین و مطمئن بشین که آثارتون با اون استایل خاصی که مخاطب خودشو داره میتونه موفقیت زیادی به دست بیاره خب الان در مورد کارمون ما مطمئنیم حالا میخوایم آثار رو NFT کنیم یه کوچولو بعد با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشین اگر آشنا نیستین کل یه ذره کار سخت میشه بعد بدونین هزینه شبکه چیه نمیدونم کیف پول چیه شکلی کیف پول چه شکلی متصلش کنم به یه بازار حوزه NFT یعنی یه کارای این شکلی رو شما باید از قبل بدونید من یه ویدیو میگیرم توی اون ویدیو تک به تک این بازارها رو براتون معرفی میکنم قبلش بگم که حالا یکی دو تا بازار از مثل اوپن سی مثل فاوندیشن اپ که حالا البته با دعوت نامه است و ریربل و چند تا حالا بازار مختلف دیگه بعد ها به صورت جامع و کامل من اینا رو معرفی میکنم و اینکه حالا یکی دو تاشون هم خواستر میام مثلا استایلش چه شکلی در هر حال شما بعد یه آشنایی داشته باشین وقتی آشنا باشین بدونید مفهوم کیف پول چیه چی چی و اینا بعد میتونید وارد بحث بازارها بشین میرید مثلا توی یکی از این بازارها اصطلاحا اکانت میسازین چون اکانت ساختن به اون مفهوم نداره بعد کیف پولتون رو متصل کنید بعد که کیف پولتون رو متصر کردین حالا شما میتونید که آثارتون رو اونجا آپلود کنید NFT کنید برای NFT کردن آثار باید یک مقداری اتریوم اگر بازار بر اتریوم باشه یک مقدار اتریوم که کنو ارز دیجیتال هستش باید تو کیف پولتون داشته باشین که اون به عنوان هزینه شبکه برداشته میشه حالا برای مثلا فاندیشن اپ و چی و فلان اینه یه ذره شرایطش متفاوته من دارم کلیات رو تو این ویدیو میگم که بعدها ها جزی تر بیام اینا رو باز کنم خب حالا ما آثار هنری رو داریم خیالمون راحت ارز دیجیتال هم رفتیم اتریوم تهیه کردیم کیف پولمون هم متصل کردیم حالا کارو آپلود میکنیم اوکی این به این مفهوم نیست که شما پولدار شدید نه اصل کار قضیه یعنی اصل چیزی که شما میتونید ازش امید داشته باشین که پول در اینه که بتونید حالا وارد کامیونیتی بشین یه چیز مهمی که نیاز داره و تعارف هم نداره اینه که ببینید تو کامیونیتی فارسی ما داریم افرادی که پول دارن کالکترن میان آثار هنری رو میخرن آثار هنری انفتی شده رو نگه میدارن این کتمان ناپذیره اما اکثر اون افرادی که شما میتونید اثر NFT خودتون رو بهشون بفروشید خب خارجیان عمدتا هم انگلیسی بلدن حالا چه انگلیسی زبان باشن چه نه بنابراین برای پیدا کردن اون کامیونیتی شما باید انگلیسی خودتون رو تقویت کنید یا انگلیسی بلدین که خب خوبه باز کلی مسیر رو رفتین یا انگلیسی بلد نیستین خب برید تقویت برید تقویت کنید دارم تمرین کنید اگر خیلی دیگه دور هستین از انگلیسی یکی و کنارتون داشته باشین که تو این قضیه یا کامیونیتی به شما کمک کنه به عنوان آرتیست توی کامیونیتی مثلا NFT توی کلاب هاوس بهتر حضور پیدا کنید اثرتون رو بیارید در مورد خودتون صحبت کنید پروموت کنید خودتون رو خب به زبان انگلیسی اگه تسلط نداشته باشین قضیه شدنی نیست یعنی تو توییتر روزانه مثلا 10 15 تا حداقل داشته باشین در مورد موضوعات مختلف مرتبط با این که حالا بهش میرسن خب باید انگلیسی بهتری بلد باشین اوکی این انگلیسی موردیه که صرفا اینجا گفتم چون اصلا مطرح نمیشه اما خیلی از بچه ها میمونن یعنی الان هایی رو من میشناسم که کارشون خیلی خوبه دوست دارن تو حوزه NFT وارد شن اما میرن تو توییتر یا NFT رو سرچ میکنن بعد چهار تا توییت میخونن هیچ نمیفهمن اصلا چی به چیه و میان بیرون اوکی بنابراین اینم حواستون بهش باشه تا من برم سراغ مرحله بعد ما در مورد سطح زبان در مورد مسائلی مثل ساختن کیف پول و اینا صحبت کردیم الان میخوام خواسته بیام بگم خب حالا اون کامیونیتی رو کجا میشه پیدا کرد و چه شکلی میشه آثار NFT رو معرفی کرد تقریبا چند تا سایت هستن که خیلی از فروشنده ها و خریدارای آثار NFT اونجاها پیدا میشن یکی از معروف تریناش توییتره خب تو توییتر خیلی هستن و تو توییتر بچه ها عمدتا ایرانی ها با توییتر بیشتر کار میکنن و تونستن تو توییتر مشتری خودشونو پیدا کنن فیسبوک جاییه که خیلی ها اونجا میرن و فعالیت میکنن دیسکورد یکی دیگه از ایناست که خیلی ها اونجا هستن و شما میتونید آثارتون اونجا معرفی کنید اینستاگرام هم خب به عنوان جایی که بالاخره شما میتونید حالا لارسانی کنید رو به اشتراک بذارید و اینا توش وجود داره تو ویدیوی دومی که من گرفتم و منم گفتم به عنوان هنرمند اگر معروف نیستی پس سعی کن جامعه مورد نظرتو پیدا کنی یا لمه با آدم های مختلف آشنا بشید تا این قضیه به شما کمک کنه که به آثار هنریتون برسید ببینید الان از بین بچه های ایرانی هستن افرادی که تونستن اون کامیونیتی رو پیدا کنن تو توییتر فعالن تو اینستاگرام فعالن و توی فاندیشن هم اکانت دارن و دارن اه... کاراشون رو میفروشن و خیلی هم موفق عمل کردن آثار هنری اتفاقا خوبم دارن بنابراین شما به عنوان هنرمندی که زبانش هم خوبه کار خوبی هم داره حالا توی پلتفرم مورد نظرش هم اثرش رو انفتی کرده میخواد آثارش رو بتونه بفروشه همیشه حضور داشتن مهمترین نقش رو داره تو این بازار یعنی شما انقدر باید تو بازار باشید صبح تا شب و فعالیت کنید رایزنی کنید گفتگو کنید کامنت بذارید کامنت بگیرید نظر بخواین تک به تک اینا خیلی میتونه کمک کنه کارای چیپ و کارای عادی واقعا نباید کنید یعنی من فردی رو میشناسم خریدار آثار انفتیه بعد یک ایرانی از غذا بهش مسیج زده تو توییتر که تو رو خدا بیا کار منو بخر خب نه این اصلا اصلا جواب نیست ببینید اونایی که آثار هنری رو میخرن به یه چیزایی دارن فکر میکنن غالبا محتوای اثر براشون اهمیت نداره این رو با مرور کردن چهار تا اثر فروخته شده کاملا میتونید بفهمید چیزی مهمه که شما باید بتونید خریدار رو مجاب کنید بخریدن بعضی موقع میگم خریدار اصلا برایشون مهم نیست این اثر چی اینکه قیمت اثر چقدره اینکه این آرتیست چقدر تونسته فعالیت کنه که بتونه مشتری های بعدی رو جذب کنه این خودش خیلی اهمیت داره یعنی الان این اثر 100 میلیون فروش رفت شاید خریدار به اون فکر کرده که خب کسی که این اثر رو خل کرده این هنرمند کسی که داره فعالیت میکنه نمیدونم کارهای دیگه داره و فلان داره این برای اون خریدار انگیزه برای اون فروشنده انگیزه میشه که بره حالا کارهای 100 میلیون پول مثلا میرسه دستش دیگه اون پا میشه میره دوباره فعالیتش ادامه میده چون یه بار یه اثرش فروش رفته خب یکی دیگه حالا میاد حساسیت کمتری داره دو نفر دیگه ازش خرید کنن چه اتفاقی میفته این فروشنده حالا دیگه مرکز توجه قرار میگیره همچنان اون محتوای کار اهمیت نداره اوکی بعد خب این میخره اون میخره این میخره اون میخره اون اولی نفری که خریده اون دومی نفری که خریده با توجه به اینکه این آرتیست داره فروش های دیگه رو تجربه میکنه احتمال این که ارزش کارش بالاتر بره هست و چه اتفاق میفته اونور اونی که اومده مثلا 89 صدام اتریوم پول داده به این اثر حالا میتونه اثرش رو 4 اتریوم 5 اتریوم یا هر چقدر بفروشه یعنی از منظر اقتصادی و مارکت هنر برای خریدار سود داره از نظر اینکه هنرمند بتونه پیشرفت کنه خب برای هنرمند هنرمند ایرانی که حالا بخواد دلار رو تبدیل اتریوم رو تبدیل به دلار کنه اون رو تبدیل به ریال کنه که پول واقعا فوق براش میمونه اوکی بنابراین ما وقتی بریم وارد پلتفرم های مثل توییتر بشیم پلتفرم هایی که کامیونیتی اونجا هستن مثل کلاب هاوس ما میتونیم با گفتگو کردن با توضیح دادم اینا رو با, توض... با گفتگو کردن با صحبت کردن با این افراد معرفی آثارمون و اینکه نشون دادن اون پشتوانه که میتونه شبکه های اجتماعی دیگه باشه یعنی وقتی یه خریداری بیاد با کار شما آشنا بشه بعد ببینه که شما مثلا توی اینستاگرام 50000 نفر شما رو دنبال میکنن توی توییتر نمیدونم دنبال کننده دارید خب اینا میتونه خیلی موثر باشه این وسط گرفتار چند تا چیز نشید یکی اینکه وارد میشید خب طبیعتا اولش هی بعد لایک کنید هی نمیدونم فالو کنید تا اونا فالو بک بدن و فلان اینا اینا یه بازیهایی که مواظب باشید اینجا دیگه ربطی به NFT نداره ربط به این داره که خودتون حواستون جمع باشه 찬. چشکلی شکلی دارین فعالیت میکنید برای این مورد میتونید برید حالا مقالاتی بخونید در مورد اینکه چه شکلی تو توییتر فعالیت کنیم نه چه شکلی تو دیسکورد فعالیت کنیم و اینا میدونی یعنی وارد میشه شما 100 نفر رو همینجوری فالو میکنید بعد من به عنوان خریدار وقتی مواجه بشم حالا از طریق هشتگ و اینا پیداتون کنم میام میبینم که خب دو نفر شما رو فالو کردن 100 نفر شما شما 100 نفر رو فالو کردن خب این نشون میده که تازه وارد این جامعه شدین فقط میخوای خودتون نشون میده. یه ذره عجله نکنید همیشه حضور داشته باشین این موارد کمک میکنه که بتونید خودتون رو در قالب NFT بفروشی. اون حضور داشتنه و اون مداوم معرفی کردنه فعالیت کردن آشنا شدنه میتونه به شما کمک کنه یعنی شما واقعا روز روزهای اول باید یه عالمه وقت بذارید من دوستانی دارم که فروش خیلی خوبی دارن و افرادی هم که واقعا خواب خوراک ندارن یعنی شب میخوابن حالا تا نسوای شب بیدارن به خاطر اینکه بازار اونور حالا مثلا نه اینکه بازارشون زود بشه اونوریا دارن از بیدار میشن و عمده خریدارا اونا هستن اینا واقعا تا دمدمای صبح بیدارن بعدم که میخوابن طرفای مثلا ظهر بخوام بیدارشن واقعا بیدار میشن با هزار و یک تا امید که الان ممکنه یک اثری توی یکی از این پلتفرمایی که بالاخره برای فروش گذاشته شده به فروش رفته و همیشه هستن طبیعتا اولش کار سخته اما حالت تصادی داره وقتی همه اون فرمولی که دارین رو درست بچینید به مرور زمان این حالت تساعدی خودش پیدا میکنه و به فروش میتونید برسید این تازه سومین که من از سری ویدیوهای مرتبط با NFT دارم ضبط میکنم تو ویدیوهای بعدی شما با موضوعات متنوعی در این باره بیشتر آشنا میشین هر چیزی که ذهنتون رو مشغول کرده و براتون سوال حتما تو کامنت برای من بنویسید من حتما پاسخ میدم اگه موضوعی پیشنهاد میکنید تو این هیته که ویدیو بسازم خیلی استقبال میکنم از این قضیه اگر دوست داشتین لایک کنید و اگه هنوز هم سابسکرایب نکردین ممنون میشم که کانال من رو سابسکرایب کنید که همراه من باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار شما